دلار پایین آمد، قیمت ها نیامدند. دلیل گرانی در ایران اگر ارز نیست پس چیست؟ مسئولان اجرای تحریم های ایران در آمریکا هدف حمله سایبری. یک گروه امنیت آنلاین میگوید کار هکرهای وابسته به حکومت ایران بوده. و پایان دو هفته اختلاف و بگومگو، کشورهای جهان بر سر اجرای معاهده تغییرات اقلیمی توافق کردند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. قیمت دلار در بازار آزاد ایران برای اولین بار از اواسط تابستان دو هفته پیش به زیر 10,000 تومان رسید. اما قیمت کالاها و مایحتاج عمومی نه تنها پایین نیامد و ثابت نماند، بلکه همچنان بالا می رود. گرچه بسیاری در ایران بین قیمت ارز و بالا رفتن قیمت بقیه چیزها ارتباط می بینند، اما شماری از کارشناسان اقتصادی هم می گویند تورم در ایران معلول عوامل دیگری است که چندان به قیمت ارز وابسته نیست. از سوی دیگر دولت همیشه گفته برای مایحتاج اولیه زندگی مردم ارز ارزان‌تر اختصاص می‌دهد. چرا با تخصیص این ارز باز هم به نظر نمی‌آید که قیمت مایحتاج اولیه کمتر شود؟ آمار قیمت‌های کالاهای اساسی در گزارش شهریار سیامی مربوط به دو هفته پیش است. قیمت دلار در ایران به زیر 10,000 تومان رسیده، اگرچه صرافی‌ها عمدتاً از خرید ارز خرد خودداری می‌کنند. اما مردم اثری از این خبر خوب در زندگیشون نمیبینن، چرا که نگاهی به آمار نشون میده قیمت کالای اساسی کمتر که نشده، بلکه افزایش قیمت اونها ادامه داره. نگاهی به آمار بانک مرکزی ایران نشون میده مثلا لبنیات در هفته گذشته 68% نسبت به هفته مشابه سال قبل افزایش داشته، بیشترین تورم. این افزایش برای تخم مرغ به بیش از 43% رسیده، اگرچه در هفته پیش کمی بیش از 3% هم کاهش قیمت داشته، ولی هنوز نسبت به پارسال قیمت بالاست. گوشت مرغ حدود 58%، برنج حدود 24% افزایش و میوه بیش از 58% افزایش داشته، میوه تازه. قیمت کالاهای اساسی با افزایش ناگهانی قیمت ارز رشدی سرسام‌آور داشتند، ولی با کاهش قیمت ارز هیچ نشونه ای از کاهش قیمت یا حتی توقف افزایش قیمت دیده نمیشه. ماجرا وقتی عجیبتر میشه که بدونیم بیشتر این کالاهای اساسی مثل گوش، مرغ، تخم مرغ، برنج با ارز دولتی 4200 تومان وارد میشن، ولی واردات هم نمیتونه قیمت رو بشکونه. در این میان مواد غذایی مثل لبنیات یا میوه تحت تاثیر بازار داخلی هستن. اما نگاهی میکنیم به بازار مسکن در پایتخت. تهران شاهد بالاترین رشد قیمت ها بوده. قیمت خرید فروش 1 متر واحد مسکونی در این شهر به طور متوسط نزدیک 92% افزایش داشته. اجاره خونه هم 17% افزایش داشته و در کل مناطق شهری ایران اجاره خونه 14% افزایش داشته. چطور دلار میتونه بر افزایش قیمت‌ها تأثیر داشته باشه ولی بر کاهش قیمت‌ها هیچ تأثیری نداره؟ بعضی از کارشناسان میگن کاهش قیمت دلار به صورت طبیعی در بازار اتفاق نیفتاده و نتیجه تزریق ارز بیشتر از طرف بانک مرکزی در بازاره. تا در تصفیه حساب‌های ارزی در انتهای سال میلادی جاری بالا بودن قیمت ارز تأثیر کمتری در بازار داخلی بذاره و به همین دلیل قیمت ارز رو پایین آوردن. این نظر اگر درست باشه باید شاهد افزایش قیمت ارز در انتهای زمستان بود. اما گروه دیگه از کارشناس ها هم به افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران اشاره می کنند. قطاری که کنترلش از دست دولت خارج شده و همچنان با سرعت می تازه. تا نقدینگی در جامعه بیشتر باشه تورم وجود داره. رکود نسبی ادامه خواهد داشت اما تورم هم وجود خواهد داشت. پژوهشگران امنیت سایبری میگویند شواهدی به دست آوردند که عملیات جدید یک گروه هکر مظنون به ارتباط با سپاه پاسداران ایران را تایید میکند. این گروه هکر که به چارمینگ کیتن یا بچه گربه دلربا معروف است، در چند ماه گذشته تلاش کرده به ایمیل شخصی دست کم 77 نفر نفوذ کند، از جمله مقام‌های وزارت دارایی آمریکا، پژوهشگران هسته‌ای در پاکستان، سوریه و اردن و روزنامه نگاران و فعالان ایرانی. بی بی سی فارسی قبلا به شواهدی دسترسی پیدا کرده بود که نشان میداد گروه بچه گربه دلربا پارسال به دنبال هک کردن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم بوده. جزئیات بیشتر از بهرنگ تاجدین. این یک نمونه از ایمیل هایی است که قربانیان گرفتند.
ایمیلی که ظاهرا از گوگل آمده تا هشدار بدهد کسی در روسیه تلاش کرده وارد حساب آنها بشود. ولی اگر روی آن کلیک می‌کردند، آنها را به صفحه شبیه به صفحه ورود به حساب ایمیلشان می‌برد تا ابتدا پسورد و سپس کد عبور دو مرحله‌ایشان را بدزدد، روشی که به آن فیشینگ می‌گویند. هکرای ایرانی میان میگن از روسیه هستش، هکرای روسی میگن از ایران هست. پژوهشگران امنیت سایبری میگویند دست کم 77 حساب ایمیل یاهو و جیمیل به این شیوه هدف قرار گرفته و این ایمیل ها بخشی از عملیات جدید یک گروه هکر شناخته شده است. حدود 2 ماه پیش یک سری حملات فیشینگ انجام شده. خب ما یک سری از سامپل ها رو گرفتیم، از نمونه حملات رو به دست آوردیم. از طریق اون ایمیل ها تونستیم به یک سری سرورها دسترسی پیدا کنیم. یکی از این سرورها در حقیقت قابل دسترس برای همه، برای عموم، یعنی اگر شما خود شما پیدا می‌کردی میتونستی ببینی چه کسایی رو مورد هدف قرار دادن. در چند مورد سرورهای مشابهی بودش که گروه در حقیقت چارمین کیتن ازش قبلا استفاده کردن در حملات قبلیشون. چارمین کیتن یا بچه گربه دلربا یکی از گروه‌های هکر معروف مرتبط با حکومت ایران است. بی بی سی فارسی پارسال فهرستی از افراد هدف یکی از حمله‌های این گروه را دیده بود، فهرستی که مقام‌های رسمی ایران از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه و حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور هم در آن دیده می‌شدند. سرفا می‌گوید در حمله تازه چند نفر از مقام‌های فعلی و پیشین آمریکا هدف هکرها بودند، از جمله جرت بلان مسئول پیشین اجرای برجام در وزارت خارجه آمریکا، اندرو گروتو مدیر پیشین سیاستگذاری امنیت سایبری در شورای امنیت ملی آمریکا و گای رابرتس معاون وزیر دفاع آمریکا در امور هسته‌ای، شیمیایی و بیولوژیک. میتونیم به صورت کلی به 2 دسته تقسیمشون کنیم. دسته اول کسایی بودن که در حقیقت تمرکزشون حالا در گذشته یا الان بر روی تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه دولت ایران بودش. حالا علیه دولت نه، علیه حکومت ایران بودش. دسته دوم در حقیقت خیلی بخوایم عمومی بگیم میشه افراد روزنامه‌نگاران و فعال‌های مدنی بودن، مثل فعال حقوق بشر، مثل افرادی که برای تینک تنک‌ها کار می‌کردن و یا افرادی که در زمینه محیط زیست فعالیت می‌کردن. گروه بچه گربه دلربا شبکه‌ای گسترده از سایت‌ها با سرورهای در آمریکا، هلند، بریتانیا، فرانسه و آلمان را برای حمله به کار گرفته بود، ولی استفاده از فیشینگ برای نفوذ به ایمیل افراد شیوه جدیدی نیست. این گروه قبلا هم با همین روش‌ها به آدم‌های دیگه حمله کرده بود و گزارش‌های در مورد حمله‌هاش منتشر شده بود. چه شکلیه که به همون روش ادامه میده و همون کار رو دوباره تکرار می‌کنه؟ اولین دلیلش این هستش که همچنان این حملات موفق هستن از نظر اینکه بتونن به حسابات دسترسی پیدا کنن، هکشون کنن. دوم دلیل این هستش که این حملات کم هزینه هستن، هزینه خاصی نداره براشون. و سوم دلیلش هم این هستش که شاید دوست داشته باشن که یه ذره در موردشون صحبت شه، یه ذره تبلیغات بشه. شاید میگم براش اصلا مهم نباشه که کسی ردپای ازشون پیدا کنه یا نکنه. معلوم نیست که هکرها امیدوار بودند در ایمیل شخصی قربانیانشان چه چیزی پیدا کنند و چقدر به اهدافشان رسیدند، ولی می شود مطمئن بود که چنین حمله هایی تنها بخشی کوچک و پیش پا افتاده از نبرد سایبری میان ایران و آمریکاست. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. بعد از 2 هفته اختلاف و مذاکره بین 198 کشور، شرکت کنندگان در کنفرانس تغییرات اقلیمی بالاخره به توافق رسیدند. هدف از این مذاکرات که در لهستان برگزار شد، رسیدن به توافق برای کاهش گازهای خطرناک گلخانه‌ای و کمک به کشورهای آسیب دیده از تغییر اقلیم و گرم شدن زمین بود. توافق حاصل شد، اما خبرنگار ما سیاوش اردلان در گزارشش میگوید نتیجه توافق با انتظارها از کنفرانس فاصله زیادی داشت. این خطری است که متخصصان و اندیشمندان دنیا میگویند جهان و آینده تمدن را تهدید میکند. گازهای گلخانه‌ای. در کنفرانسی که هدفش کاهش گازهای گلخانه‌ای بود، هیئت‌های دیشب در لهستان از رسیدن به توافق خوشحالی کردند. این توافقی نبود که بتوان گفت دنیا را از خطر گازهای گلخانه‌ای نجات می‌دهد، اما از هیچی بهتر بود. With approximately 200 countries in the room, it is not. با حدود 200 کشور دنیا رسیدن به یک توافق فنی که همه را راضی کند آسان نیست، اما با توجه به شرایط فعلی هر قدم کوچک هم یک دستاورد بزرگ است.
منظور مدیر کنفرانس از شرایط موجود اختلاف نظرهای شدیدی بود که اجازه نداد این کنفرانس به هدفهایی که میخواست برسد. کنفرانس دو هدف کلی داشت: کاهش گازهای گلخانه‌ای و کمک مالی به کشورهای بسیار محروم و فقیر که بتوانند در برابر تغییر اقلیم مقاومت کنند. گازهای گلخانه‌ای وقتی بیش از اندازه تولید می‌شود، تغییر اقلیم پیش می‌آید. یعنی خشم طبیعت چند برابر می‌شود. خشکسالی شدیدتر، طوفان مهیب‌تر، ریزگردهای بیشتر، سرما و گرمای بی‌موقع و خسارت‌های فراوان. صدها میلیارد دلار خرابی و صدها میلیون مردم آواره و آسیب دیده. دو هفته بود که کشورهای مختلف بر سر کاهش گازهای گلخانه‌ای و کمک به کشورهای محروم با هم چانه می‌زدند. چند کشور خاص به رهبری دولت آمریکا می‌گفتند ما در کم کردن گازهای گلخانه‌ای مقید نیستیم. این کشورها نیازمند مصرف سوخت فسیلی هستند. نفت و گاز و یا مثل کشور میزبان کنفرانس لهستان، زغال سنگ. در این توافق برنامه برای کاهش گاز گلخانه‌ای معین نشد، ولی راجع به نحوه محاسبه گازهای گلخانه‌ای در هر کشور توافق حاصل شد. در مورد کمک به کشورهای محروم هم پولهای زیادی جمع شد، حدود 100 میلیارد دلار. ولی قرار بود کشورهای ثروتمند بسیار پول بیشتر از این به کشورهای فقیر بدهند. خلاصه فعالان مقابله با تغییرات اقلیمی از این توافق خوشنود نیستند. نتایجی که در این مذاکرات حاصل شد برای جلوگیری از گرمتر شدن زمین کافی نیست. فعالان اقلیمی وعده دادند در سراسر جهان موجی از اعتراض و اعتصاب و نافرمانی مدنی به راه بیاندازند تا به دولت‌هایشان فشار بیاورند. مصرف سوخت فسیلی 200 سال است که برای بشر عادت شده و راه پول درآوردن است. نشانه‌اش هم افزایش گازهای گلخانه‌ای، نزدیک به سالی 40 میلیارد تن در جو زمین. اگر گازهای گلخانه‌ای را به سیگار تشبیه کنیم، در توافق دیشب بر سر محاسبه تعداد سیگارها توافق شد، ولی نه کاهش آن. و بر سر کمک به آسیب دیدگان این ماده اعتیادآور نیز توافق شد، ولی نه آنقدر که باید و شاید. سیاوش اردلان، بی بی سی. وزیر خارجه چین هفته گذشته در کابل بود، در نشستی با حضور همتایان افغان و پاکستانیش. چین می‌خواهد به گرمتر شدن روابط پاکستان و افغانستان، کاهش بی‌اعتمادی بین دو کشور و پیشرفت گفتگوهای صلح با طالبان کمک کند. چین یکی از شرکای مهم تجاری پاکستان در منطقه است. از طرف دیگر آمریکا هم پاکستان را زیر فشار گذاشته تا برای بهبود رابطه‌اش با افغانستان تلاش بیشتری کند. ورود چین به این کارزار به چه معناست؟ آیا این حضور در راستای تلاش‌های آمریکاست؟ سودش برای افغانستان چیست؟ و نقش ایران همسایه غربی افغانستان در ادامه این مناسبات چه خواهد بود؟ جزئیات بیشتر از بشیر پیمان از کابل. با شدت گرفتن تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای مستقیم میان گروه طالبان و دولت افغانستان، وزرای خارجه پاکستان و چین به کابل آمدند تا با همتای افغانشان به این روند جان تازه ببخشند. آنها در گفتگوهای سه جانبه در کنار صلح و مذاکره با طالبان، روی توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم و بهبود روابط تجاری بین کابل و اسلام آباد بحث کردند. ما از چند جانب تلاش داریم تا طالبان را روی میز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان حاضر کنیم. مخالفت‌ها باید از راه مصالحه و گفتگو حل و فصل شوند. ما از روند صلح با مالکیت و رهبری دولت افغانستان حمایت می‌کنیم. وزیر خارجه پاکستان می‌گوید آمده است که یخ روابط دو طرف را بشکند. باید این را درک کنیم که با ملامت کردن و اتهام بستن بر همدیگر به جایی نمی‌رسیم. ما دهه‌ها را سفری کردیم و در این مدت شاهد ویرانی و کشتار مردم در هر دو طرف مرز بودیم. حالا زمان آن فرا رسیده تا به پیش برویم و به جای اتهام وارد کردن، برای آینده خود، کودکان و خوشبختی منطقه به هم دست دهیم. روی همین دلیل من اینجا آمده‌ام. مقام‌های افغانستان بارها از پاکستان خواستند که از روند صلح با مالکیت افغان‌ها حمایت کند، خواسته که تاکنون نتیجه عملی نداشته. دوستا بارها گفتند که صلح و امنیت در افغانستان، صلح و امنیت در منطقه یا صلح و امنیت در پاکستان است.
حالا وقتش رسیده که باید عملا نشان بدن با گرفتن اقدامات عملی که واقعا چیزی را که میگن همو چیز هست یا نه. و ما امیدوار هستیم که نتایج نشست ما در روزهای اخیر، در ماهای آینده، در هفته‌های آینده ببینیم. وزرای خارجه هر سه کشور در دیدار امروزشان تفاهم نامه مبارزه با تروریسم را امضا کردند. تلاش‌ها برای کشاندن گروه طالبان به میز مذاکره در ماه‌های اخیر هم از سوی حکومت افغانستان و هم از سوی جامعه جهانی شدت گرفته. وزارت خارجه آمریکا نماینده ویژه در امور صلح افغانستان تعیین کرده. زلمه خلیلزاد به پاکستان، قطر، ازبکستان، روسیه و افغانستان سفر کرده. عمران خان نخست وزیر پاکستان هم گفته کشورش در روزهای آینده میزبان گفتگو بین نمایندگان طالبان و آمریکا خواهد بود، وعده‌ای که با استقبال گرم واشنگتن روبرو شده. بشیر پیمان، بی بی سی، کابل. دادستانی کل افغانستان میگوید نظام الدین قیصاری از فرماندهان محلی در بازداشت را به صورت مشروط آزاد می کند، به شرط آنکه آقای قیصاری تا پایان روند رسیدگی به اتهاماتش از کابل خارج نشود. پیشتر هم دادستانی افغانستان عبدالغنی علی پور یک دیگر از فرماندهان محلی را با شرط مشابهی آزاد کرد. دولت این فرماندهان را به نقض حقوق بشر و استفاده از قدرت متهم کرده، اما هوادارانشان میگویند آنها سنگر مقاومت مردمی در برابر شبه نظامیان مخالف دولت را رهبری می کنند. فؤاد مسیحا نگاهی انداخته به پیشینه حضور شبه نظامیان هوادار حکومت در افغانستان. سالهای میانی دهه 80 خورشیدی، افغانستان با نظام تازه‌اش چند سالی را در آرامش گذرانده، اما مخالفان مسلح آهسته آهسته در حال انسجام دوباره بودند. ارتش و پلیس ملی افغانستان اما نوپا بود، با مشکلات و نارسایی‌های بسیار. در چنین شرایطی دولت افغانستان دست به دامن سیاستی جنجالی شد، ایجاد گروه‌های قومی و مردمی و مسلح ساختن آنها. اسم این تشکیلات تازه را گذاشتند پلیس محلی. این طرح به معنای برتری دادن یک گروه قومی بر دیگران نیست. خیلی ساده، این طرحی است برای افزایش نیروهای امنیتی افغانستان. ما مجبوریم این نیروها را از میان مردم و جامعه استخدام کنیم. به نظر می رسید دولت به دنبال منسجم کردن نیروهای مشهور به اربکی است، افراد مسلحی که پیش از آن در گوشه و کنار کشور حضور داشتند و در غیاب نظامیان دولت امنیت مناطق خود را خودشان به دست گرفته بودند. این طرح با مخالفت‌ها و انتقادهای شدید روبرو شد. برای بسیاری از افغان‌ها پلیس محلی یادآور سیاست ملیشه‌سازی در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. گروه‌های شبه نظامی که دولت کمونیستی می‌گفت برای حفاظت از مرزها و نفوذ دشمنان خارجی است. یکی از سرشناس‌ترین و قدرتمندترین آنها ژنرال عبدالرشید دوستم بود. اما سیاست ملیشه‌سازی دولت کمونیستی آن گونه که پیش‌بینی شده بود پیش نرفت. بسیاری از این گروه‌ها خیلی زود به قدرت‌های بزرگ و کوچک محلی بدل شدند، که در تنور داغ جنگ در افغانستان نان خودشان را می پختند. گاه با زورگویی و باجگیری از مردم و گاه با تغییر جبهه و معاملات سیاسی. خیلی ها نگران بودند پلیس محلی، خیزش مردمی و اربکی ها تکرار همان تجربه ملیشه سازی دو سه دهه قبل باشد. از جمله جنرال دن مکنیل، فرمانده نیروهای آیساف در افغانستان در سالهای 2007 تا 2008. نباید ملیشه‌های قدرتمند گذشته را احیا کنیم. کارهای خوبی در راستای آوردن آنها در یک چارچوب انجام شده. نباید دوباره به جایی که بودیم برگردیم. طرح ایجاد گروه‌های مسلح مردمی با وجود مخالفت‌هایی که شده بود اجرا شد. گفته می‌شود در حال حاضر شمارشان به حدود 30,000 نفر می‌رسد. این نیروها در بخش‌هایی از افغانستان توانستند امنیت را تأمین کنند. اما در تمام این سال‌ها شکایت از این نیروها هم کم نبوده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارشی در سال 1391 از استخدام مجرمان سابقه دار در پلیس محلی خبر داد و گفت فرماندهان محلی، افراد با نفوذ و حتی نیروهای ویژه آمریکایی در تشکیل این نیروها اعمال نفوذ می‌کنند. اتهام‌هایی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان مطرح کرده بود شامل آزار و اذیت مردم،
قتل، دزدی، اختطاف و اخاذی بود. با این همه حوادث چند ماه اخیر نشان داد که شماری از این فرماندهان محلی هنوز هم قدرت، نفوذ و محبوبیت زیادی در بین مردم دارند. قدرتی که گاهی میتواند چالشی هرچند کوتاه مدت برای حکومت مرکزی باشد. بازداشت نظام الدین قیصاری، عبدالغنی علیپور و نوید خانابادی روزها اعتراض و تظاهرات هواداران آنها را به دنبال داشت. دولت در مورد فرمانده علیپور به خواست معترضان پاسخ مثبت داد و او را با گرفتن تعهد کتبی و تصویری آزاد کرد. حاضر هستم با ضمانت بزرگان و مصفیدان تا تکمیل شدن تمام مراحل قانونی تحقیقات در کابل در یک مکان مناسب بودوباش اختیار و روزمره و ارگان‌های امنیتی جهت پاسخگویی مراجعه نمایم. دادستانی کل افغانستان هم گفته اگر ضمانت معتبری بگیرد آقای قیصاری را فعلا آزاد می‌کند، به شرطی که او هم مانند فرمانده علیپور تا رسیدگی به اتهاماتش از کابل خارج نشود. اما چه این دو فرمانده دیگر هم مانند فرمانده علیپور با تعهد و اما و اگرهای دو طرف آزاد شوند و چه دیگر فرماندهان کوچک و بزرگ محلی هم بازداشت یا خانه نشین، یک سوال بی پاسخ می ماند. آیا تاریخ مصرف شبه نظامیان محلی در سیاست امروز افغانستان رو به پایان است؟ یا شاید هم حکومت در پیان است که در ماهای مانده به انتخابات ریاست جمهوری به همه نشان بدهد که در کشور چه کسی حرف اول و آخر را می زند؟ فؤاد مسیحا، بی بی سی. در کویت یک مؤسسه فرهنگی تلاش زیادی می کند تا آثار شاعران فارسی زبان را به مخاطبان عرب معرفی کند. در همین راستا اشعار سعدی را به عربی ترجمه و منتشر کرده و دوره‌های آموزشی زبان به نام سعدی شیرازی را هم برگزار کرده است. سهراب ضیا خبرنگارمان که به کویت سفر کرده بود در گزارشش به اهمیت معرفی بزرگان شعر و ادب فارسی در جهان عرب پرداخته. کتابخانه مرکزی البابتین ویژه شعری عربی بزرگترین کتابخانه در جهان است که به شعری عربی اختصاص یافته. به ابتکار و همت این مرد عبدالعزیز سعود البابتین و به افتخار نامگذاری کویت به عنوان پایتخت فرهنگ عرب در سال 2001. در این بخش کتابخانه که 12 سال پیش فعالیتش را آغاز کرد، صدها هزار کتاب، نشریات، نسخ خطی و نزدیکی 5000 پایان‌نامه دانشگاهی نگهداری و حفظ می شود که گنج است شایگان و با ارزش. از بنیادگذار مؤسسه فرهنگی البابتین پرسیدم که چی چیز به او انگیزه داده تا برای معرفی شعرهای پارسیگو از جمله سعدی شیرازی به عرب ها اقدام کند. فی دورت سعدی شیرازی الذي امضى 30 عام سعدی شیرازی در طول 30 سال به کشورهای مختلف از جمله به کشورهای عربی سفر کرده و زبان عربی را آموخته بود. او توانست صدای مردم پارسی زبان را به گوش عرب‌ها و صدای عرب‌ها را همینطور به گوش پارسی زبان‌ها برساند. ما به احترام شخصیت بزرگ سعدی یک دوره آموزش زبان پارسی و زبان عربی را برگزار کردیم. همچنین 5 عنوان کتاب مختلف در این راستا و در تیراژ بالا منتشر کردیم. در رابطه با فرهنگ و ادب فارسی از ترجمه و نشر اشعار سعدی شیرازی، مولانا جلال الدین رومی و برگزیده اشعار شاعران ایران می توان یادآور شد. فکانت من نصیب کل من جایزه افضل دیوان شعر. مؤسسه فرهنگی البابتین برگزیده اشعار مهم عربی جهان را هم به زبان فارسی ترجمه و نشر کرده است. این مؤسسه به جز از کشورهای عربی در کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی، اسپانیا، در دانشگاه فلوریدا، میزوری و میشیگان آمریکا و در چین فعالیت‌های گسترده فرهنگی و ادبی دارد. احنا یعنی لسنا متخصصین فی الدین. ما با دین کاری نداریم و نمی‌خوایم فعالیت‌های فرهنگیمان بین مسلمانان و دیگران اختلاف برانگیزد. ما کوشش می‌کنیم از نظر فرهنگی ملت‌ها را به هم نزدیک کنیم، چون که فرهنگ کوتاه‌ترین راه برای ارتباط داشتن و آشنایی و محبت بین ملت‌هاست.
در حمایت از شاعران عرب زبان گمنام در سراسر جهان، مؤسسه البابتین ضمن شناسایی این افراد و ارزیابی کاری آنها به چاپ و انتشار اشعارشان در مجموعه های مختلفی فردی یا جمعی پرداخته که شاعران عرب زبان ایران سهم زیاده در این مجموعه شعرها داشتند. سهراب ضیا، بی بی سی، کویت. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.